قرار است کار دیزاین بند بخش‌آباد فرا به ارزش بیش از 4 میلیون دلار در آینده نزدیک آغاز شود. رئیس جمهور غنی در سفر یک روزه هش به ولایت فرا همچنان وعده سپرد که 1000 نمره زمین را به کسانی که خانه هایشان در جریان سیلاب ها تخریب شده داده شود. رئیس جمهور تاکید کرده است که ولایت فرا به زودی به یک ولایت درجه یک ارتقا خواهد یافت. آقای غنی همچنان در جمع باشندگان این ولایت بیان داشت که برای آوردن صلح با گروه طالبان حاضر است هر نوع قربانی را بدهد. همکارم خوشحال زلاند گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی در سفر به فرا شفاخانه ولایتی و میدان هوایی این ولایت را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور می گوید کار نقشه و دیزاین بند بخش‌آباد فرهرود به هزینه 4.5 میلیون دلار آمریکایی تکمیل شده و کار ساخت آن نیز به زودی آغاز خواهد شد. نقشه اساسی یا دیزاین تکمیلی پروژه بخش‌آباد با قیمت 4.5 میلیون دلار در 6 روز آینده تکمیل میشه. بعد از او تمام امکانات جمهوری اسلامی افغانستان اختصاص داده میشه که بعد آباد شود. رئیس جمهور همچنان گفت قرار است برق وارداتی از ترکمنستان به فرا انتقال داده شود. او میگوید قرارداد استفاده از برق بادی و آفتابی با یک شرکت خصوصی به امضا رسیده و در آینده نزدیک کاریان آغاز خواهد شد. باد و آفتاب فرا استفاده شود. مطالعات اساسی جریان دارد. خوشخبری عظیمی است که بادی که در هرات، فرا و نیمروز وجود دارد از بزرگترین بادهای دنیا است و همراه شرکت بزرگی زیمنس موافقه اول امضا کردیم. اگه ای همون چیز را که ما تصور میکنیم شوند انشالله تعالی فرا به یکی از صادر کننده های عمده برق در منطقه بدل خواهد. رئیس جمهور کشور برای تامین صلح در کشور نیز تاکید میکند. وی میگوید جهت آتش بس و صلح قابل قبول مردم افغانستان با طالبان مسلح به هر نوع قربانی حاضر است. صلح عادلانه، صلحی که جنگ و جنجال ختم کنه و ما برتان میخواهیم تعهد بدم که تا آخری قطره خون ما برای افغانستانی که در صلح و ثبات حاکم باشه قربانی خواهد. ولی فرا از رئیس جمهور خواست که ولایت فرا را از درجه دوم به ولایت درجه اول ارتقا دهد. خواستی که از سوی رئیس جمهور کشور پذیرفته شد. من هست در ولایت خادم من هم در تقاضا در چیز من ولایت نور دویم درجه در غلامه نخلاشی او مستقیم ساس در امر او ساس جناب ولی سرکور و تقاضای تان است ارگانه محل میدهت میتون که مراحل قانونی ارتقای ولایت فرا را از درجه دوم به درجه اول روی دست میگیرن. رئیس جمهور در این سفرش از فعال ساختن 5 رشته تحصیلی دیگر نیز در دانشگاه دولتی فرا وعده داد. او همچنان گفت که در آینده پروازهای مستقیم میدان هوایی فرا به کشورهای اروپایی برای صادرات میوه خشک نیز آغاز خواهد شد. بعد از آن که آقای غنی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه میزند، این اولین سفرش به ولایت فرا هست. از سوی هم شمار فعالان مدنی این سفر رئیس جمهور غنی را کمپین انتخاباتی عنوان می کند و تاکید دارند که رئیس جمهور باید از پول بیت المال به نفع کمپین های انتخاباتیشان استفاده نکند.